مجمع خبرهای 24 مهم و تازه، طالبان یک حامی تحفظ پشتون‌ها را در خوست شکنجه کردند. وزیر اقوام و قبایل طالبان: در رژیم ما حقوق حیوانات هم محفوظ است. آتش‌سوزی در تخار بیش از 10 میلیون افغانی خسارت بر جا گذاشت و همچنان در پایان. حادثه نیم ساعت پیش که امین اکنون در دست ما قرار گرفت، مشروع خبرها. منابع محلی در خوست میگویند که استخبارات طالبان یک حامی جانبش تحفظ پشتون‌ها را در این ولایت بازداشت و سپس شکنجه کرده است. منابع روز یکشنبه گفتند که استخبارات طالبان این جوان را از ولسوالی باک خوست بازداشت کرده است. منابع از این جوان به نام بابکرخیل پشتون یاد میکنند و می افزایند که به دلیل نوشتن مطلب به حمایت از جانبش تحفظ پشتون‌ها در صفحه فیسبوکش بازداشت شده است. طالبان در خوست در این باره چیزی نگفته است. پیش از این است طالبان در ولایت‌های جنوبی عامیان تحفظ پشتون‌ها را به بهانه‌های مختلف اذیت کرده است. وزیر اقوام و قبایل طالبان: در رژیم ما حقوق حیوانات هم محفوظ است. نورالله نوری سرپرست وزارت اقوام و قبایل طالبان که برای حل مسئله حقوقی به ولایت غور سفر کرده، در سخنرانی‌اش گفته که در رژیم این گروه حقوق حیوانات هم محفوظ است. نورالله نوری که به دعوت احمد شاه دیندوز والی طالبان در غور برای حل مسئله حقوقی رفته بود، در جریان سخنرانی‌اش گفته است در نظام اسلامی به غیر از حقوق بشر حقوق حیوانات هم محفوظ است. این در حالی است که منابع از غور تایید کرده بودند که وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان بر اساس پیشنهاد احمد شاه دیندوز زیر نام جرگه قومی فیصله و دستور کوچ اجباری حدود 600 خانواده را در ولسوالی دولتیار این ولایت صادر کرده است. به گفته منابع دیندوز، مانع اعلام فیصله شورای علمای این ولایت شده و به دلیل اینکه یک طرف قضیه اقوام خانومش بودند، دستور کوچ 600 خانواده را صادر کرده است. طبق اظهارات منابع، در حالی که نورالله نوری از تامین حقوق حیوانات در نظام این گروه حرف می‌زد، به پیشنهاد احمد شاه دیندوز زمین‌ها و جایدادهای 600 خانواده را به خویشاوندان خانومش گرفته است. آتش‌سوزی در تخار بیش از 10 میلیون افغانی خسارت بر جا گذاشت. منابع محلی در تخار میگویند که آتش‌سوزی در شهر طالقان مرکز این ولایت بیش از 10 میلیون افغانی خسارت بر جا گذاشت. از حمیدالله مالک انبار پخته‌فروشی روز یکشنبه گفت که این رویداد در سرای پخته‌فروشی در مربوطات شهر طالقان رخ داد. طبق اظهارات وی، تمام سرمایه دکانش که حدود 10 میلیون افغانی بود از بین رفته است. او افزوده است که این آتش‌سوزی گسترده بود، اما دلیل آن هنوز مشخص نیست. به گفته حمیدالله، تیم آتش‌نشانی از وزارت کندز برای مهار آتش‌سوزی به شهر طالقان آمده بودند و این آتش را پس از 3 ساعت مهار کردند. مقام‌های محلی طالبان در تخار با تعیین رویداد دلیل وقوع این آتش‌سوزی را شرطی برق گفتند. گفتنی است که رویدادهای اینچنین همواره خسارات هنگفت مالی به شهروندان کشور وارد کرده است. واکنش جعفر میدوی به سخنان سفیر پیشین ایران: مسئله افغانستان با تجزیه به پشتون و غیر پشتون حل نمی شود. جعفر میدوی، عضو پیشین مجلس نمایندگان و از لابیگران شیعه طالبان، در واکنش به سخنان ابوالفضل طهروند سفیر پیشین ایران در کابل در مورد تجزیه افغانستان گفته است که مسئله افغانستان با جدایی جغرافیای غیر پشتون از پشتون حل نمی شود. او میگوید که راه حل مسئله افغانستان تجزیه نیست، بلکه افزایش سطح آگاهی اجتماعی جامعه و پذیرش وجود تکثر اجتماعی و فرهنگی و احترام به حقوق اساسی برابر هم اتباع و شهروندان ساکن در افغانستان و در همین جغرافیا است. با گفته او، گذشته تاریخی افغانستان نشان داده که مسئله میان اقوام غیر پشتون کمتر از مسئله میان پشتون و غیر پشتون نبوده، بلکه مسئله افغانستان سطح پایین آگاهی اجتماعی جامعه و عبرت ناپذیر حاکمان و نخبگان سیاسی است که به شکل قمگرایی، توده و انحصار طلبی، تبعیض و فساد حاکمان و نخبگان سیاسی در هر دوره ای را بازتولید می شود. نام بردن هشتگ تجزیه و تجزیه طلبی آن هم در جغرافیای سیاسی همچی افغانستان با ساختار پیچیده اجتماعی، فرهنگی و پرکنش، نامنظم و ناهمگون جمعیتی اقوام و مزاید در 34 ولایت افغانستان و فراهم بودن بسترهای عمیق تنش سیاسی و مداخلات خارجی آسان نبوده و دهها جنگهای خونین و میلیونها کشته و زخمی و ویرانی کامل افغانستان را در پی خواهد داشت. عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان تصدیق کرد که آنچه زهروند میگوید بخشی از طرح خاورمیانه بزرگ است و اتفاقا تجزیه بسیار از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران در محور آن قرار دارد. آقای میدوی تاکید کرد که تلاش برای تجزیه افغانستان تنها به افغانستان محدود نمیماند و این آتش دامن تمام منطقه را خواهد گرفت. غصب زمین و کوچ اجباری: طالبان بخش از مردم افغانستان را دشمن می دانند.
وقت گفتگوهای قطر قرار بود شروع شود، لابیگران طالبان در داخل و خارج سعی بیساری کردند تا از این گروه چهره انسانی‌تر و متفاوت‌تر از آن چه هست بسازند، طالب ابدیت شده را معرفی کنند. برای این کار آنها روایت طالب تغییر کرده را خلق و به جامعه تزریق کردند. همین گونه کشورهای درگیر در مسائل افغانستان نیز با این روایت درگیر شدند، بلکه از آنها از سازندگان و تبلیغ کنندگان روایت بودند و تعداد دیگر تحت تاثیر تبلیغات نسبت بدرفتاری انسانیتر و مدنیتر از طالبان امیدوار شدند. در داخل کشور نیز شهروندان زیاد فریب این روایت دروغین را خوردند. تصور کردند که طالبان اگر این بار بر کشور مسلط شوند، خشونت و ظلم گذشته را کنار میگذارند. آنها تصور میکردند که شکست طالبان و 20 سال انزوای آنها در مورد عصر مدرن دستهایی به آنها داده است. این تبلیغات به نظر می رسد که یکی از عوامل سکوت مردم در برابر پیشرفت‌های طالبان است شد. آنها که در مسیر راه‌ها از سوی طالبان مورد تهدید حمله قرار می گرفتند، به این تصور اشتباه بودند که با مسلط شدن طالبان دیگر کشور امن می شود و جان مال مردم مورد تعرض این گروه قرار نمی گیرد، زیرا این گروه خود مسئول تامین امنیت مردم می شود. این تصور اما فقط چند روز بعد از سلطه مجدد طالبان اشتباه از آب درآمد، زیرا طالبان با مردم کله این گروه نایستاد هم به مثابه دشمن عمل کرده. نه تنها جان مردم در امن نیست و هر روز به بهانه‌های مختلف شکنجه و کشته می شوند، بلکه مال و ناموس مردم هم در زیر پرچم سفید طالبان امنیت ندارد. در این 3 سال طالبان دعواهای بسیار را انداخته و با برگزاری محاکم صحرایی بر یک طرف دعوا ظلم و اجحاف کرده است. اخیراً روزنامه 8 صبح گزارش را در مورد یک فیصله وزیر امر بالمعروف نزد منکر و والی طالبان در غور نشر کرده است که بر اساس آن در یک محاکمه صحرایی طالبان به 600 خانواده دستور دادند که زمین‌ها و خانه‌های خود را ترک کنند و حتی حق ندارند دروازه و کلکین خانه‌های خود را با خود ببرند. بر اساس گزارش این فیصله پس از فیصله قبلی محکمه و شورای لما این گروه صورت گرفته است. طالبان گفتند که آنها یک دعوای حقوقی قدیمی را فیصله کردند، در حالی که مردم محل از دوران حکومت امیر عبدالرحمن خان که سند ملکیت در کشور توزیع شده سند ملکیت دارند و تا سال گذشته از زمینهای خود به دولتهای مختلف مالیه پرداختند. مردم محل مدعیند که قبلا محکمه طالبان و شورای علما این گروه به نفع این مردم فیصله کرده بود، اما حالا وزیر امر بالمعروف نزد منکر در تبانی با والی طالبان در غور فیصله محاکمه و شورای علما را رد کرده و مردم را به کوچ اجباری واداشتند. این که چرا نهاد زیر نام شورای علمای طالبان به خود حق دهد که در یک دعوای حقوقی فیصله کنند نیز از عجایب رژیم طالبان است. این که کدام طرف از دعوای حقوقی محق بوده و کدام طرف نه، مسئله بحث ما نیست، ولی همه دعواهای حقوقی باید از مجاری درست آن فیصله شود. هیچ وزیر در دولت قانونی حق ندارد فیصله محکمه را زیر سوال ببرد و آن را لغو کند، سپس خود فیصله دیگر بکند. چون این برخورد فقط در رژیم طالبان میتواند اتفاق بیفتد که هیچ جای آن به دعوت نمیماند. در دولت وظایف بین سکتورهای مختلف تقسیم می شود و مقامهای یک بخش در بخش دیگر صلاحیت تصمیم گیری ندارد. این گزارش را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. تشکر که تا این دم با ما بوده. شب و روزتان خوش.